با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این 26مین روز از 8مین ماه از 12مین سال در 3مین هزاره، ساعت 2:20 است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا 5:20 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا، و هر کجایی که ساعتش 5:20 است، 11:20 است در اروپا، 10:20 در انگلستان و 20 دقیقه بامداد است در ترکیه. از کجا باید آغاز کنم؟ از اونجایی آغاز میکنم که فکر میکنم که به عنوان من همیشه این رو اعلام کردم، من خودم رو بچه دانشگاه تهران میدانم، مثل اون بچه باغبون، بچه سرایدار، بچه هایی که توی دانشگاه چرخیدن، بزرگ شدن، درس خواندن، به مقاماتی رسیدن. البته بنده جزشون نبودم، ولی میخوام برای تعریف کنم که فضا چگونه بود و این دانشگاه چگونه جایی بود و ما چگونه این رو باهاش آشنا شدیم و شناختیمش. این دلیل رو میارم به خاطر اینکه مطلبی است که سرکار خانم شکوه میرزادگی نوشتن. ببینید این دوستمون در مقدمه چه مطلبی داره. بفهمید. آقای بهبهانی، بفهمید. سلام عرض کردم، مجدد مزاحمتون میشم. خواهش میکنم. من جواب سوالم از آقای دکتر مشیری نگرفتم. آقای مهندس مشیری. از اون ور آقای دکتر مشیری میگن سرداری بود و رفت و فلان کرد، بسال کرد. از اون ور کسی نیست که سرداری باشه الان. تا یکی هم بخواد سر بلند کنه که هزار جور انگلش میبندن، حالا یا به راست یا به دروغ. تکلیف چیه؟ چی کار باید کرد؟ توضیح میدم. سوال بسیار به جایی کردی، ممنونم ازت. ممنونم، متشکرم. سوال بسیار درست و به جاییست. چه باید کرد؟ اول شرط آن است که بخواهیم که کاری بکنیم. شرط اول قدم آن است که سالک باشیم. اول شرطش خواستنه. شرط دوم بریم به بحث تواناییامون، توانستن. گفت خواستن توانستن است، یعنی همین، یعنی اول مقدمه خواستنه. آیا ما میخواهیم؟ بعد میریم بر اساس خواستمون که هدف ماست استراتژی تعیین میکنیم. در استراتژی به دنبال تاکتیک ها میگردیم، از چه تاکتیکی استفاده کنیم، یعنی راهبرد و زمائم راهبرد. استراتژی راهبرد است، استراتژی هدف نیست. بعضا ما اینا رو گم میکنیم برای اینکه تعریف معین و مشخص نشده است. من امروز واقعا خوشوقتم، خوشحالم برای اینکه در قبل از برنامه آقای دکتر ودیعی نازنین بزرگوار، دوست داشتنی من، که هر وقت که صدای مادر میشنوم در حقیقت به ایام نوجوانی برمیگردم. اسم میکنم الان دوباره 15 سالمه و این معلم خوب داره برام حرف میزنه دوباره. این احساس غریب رو دارم نسبت به آقای ودیعی. به من و همینطور آقای مشیری، هر دوشون به دو زبان مختلف، با دو ادبیات مختلف یه مطلب رو گفتن. آقای مشیری گفتن که چون این مقدمه آخر بود، گفتش که چیز نکن، با صدای بلند باید گفت، تعارف و تکلف و اینا ندارد، اصلا تعارف نداریم تو این راستا، باید با صدای بلند گفت، مردم بشنون. آقای ودی در مقدمه امروز، در این که قبل از اینکه برنامه شروع کنیم، ضمن احوال پرسی به من گفتن که خودت باش. انتظار نمیم که یه جوری افزم این دفتر ازم خوشم بیاد، اون دفتر نمیم، اینا دفتری در کار نیست. خودت باش، حرفتو بزن، مطمئن باش یه روزگاری این حرفا مؤثر خواهد بود، به سمتت خواهد آمد. ولی اینکه به خاطر رضای این دفتر رو نمیم دلخوشی اون یکی دفتر یه حرفی بزنی، از این دفترها چیزی بر نمیخیزن. عرض می کردم که به عنوان اینکه شما پرسیدی که پس چه باید کرد، گفتیم اول شرطش خواستنه، دوم بریم دنبال اینکه چگونه، استراتژیمون برای خواستن چیست. و اینو می گفتم که من به عنوان بچه دانشگاه
که تمام از دانشگاهی که نمیدونم سنگفرش بود تا دانشگاهی که آسفالت شد، مسجد ساختن، مسجد خراب شدن، کتابخونه ساختن، نمیدونم زمین فوتبال چه شکلی شد، استخر دانشگاه چه شکلی بود، کجا بود، این تالار ابن سینا چیه، اون یکی کجاست، تالار فردوسی کدام است، همه اینا رو، زیر زمین دانشکده علوم چه شکلیه، همه اینا رو من به یاد دارم. و بنابراین وقتی که میشناسم یه شخصیتی مثل دکتر محمد ملکی رو میشناسم، میدونم که چه شخصیتی است، میگه چه باید کرد. خانم شکوی میرزادگی مینویسد که با استاد شجاع و آزادی خواهمان هم صدا شویم. در آستانه ورود میهمانان اجلاس کشورهای غیر متحد به تهران، دکتر محمد ملکی، استاد انسان دوستی که سالها زندگیش ذره ذره به خاطر آزادی و به خاطر دفاع از مردمان رنج دیده ایران سوخته و میسوزد، با نامه‌ای به سران کشورهای غیر متحد به روشن فکران و اپوزیسیون حکومت اسلامی درسی بزرگ داد. دکتر ملکی با شجاعت یک آزادی خواه و هوشیاری یک معلم آزاده دریافت که اکنون وقتی به هنگام است برای اعتراض به حکومت مردم ستیز و آزادی کش اسلامی با مخاطب قرار دادن بیش از 100 نماینده یا رهبر کشورهای مختلف. اکنون حکومت اسلامی با صرف میلیون ها دلار از دارایی های مردم فقیر و گرفتار، تحریم اقتصادی سرزمینمان، به استقبال میهمانانی از کشورهای مختلف جهان می روند. تلاش و تدارک این حکومت برای پذیرایی مجلل از این میهمانان به خاطر این است که در پشت نام اجلاس کشورهای غیر متحد بتواند اندکی از بدنامی و زشتی و کراهت خیش را پنهان کند. چقدر موفق شود دقیقا ارتباط دارد با موضع‌گیری روشن و واکنش هایی که از این پس اپوزیسیون سیاسی و به خصوص روشن فکران و اندیشمندان سرشناس با روشنگری هایی همچنانچه که دکتر محمد ملکی انجام داده می توانند در رویارویی با این اجلاس داشته باشند. مسئله نیست که میهمانان اجلاس ندانند که جمهوری اسلامی کیست و چیست و در چه فساد و استبداد و تباهی دست و پا می زنند، بلکه رهبران و نمایندگان کشورها چه خود دیکتاتور باشند چه نباشند، به نفعشان نیست که مردم کشورشان و مردم جهان به روشنی بدانند که میهمان بی عمل و بی سخن چنین میزبانانی هستند، و چون به نفعشان نیست پس دوست ندارند مردمان کشورهای آزاد بدانند که آنها آگاهانه بر سفره انباشته حکومتی نشستند که شکم مردمانش تهیست. فریاد اعتراض روشن فکران و دانشجویان و تحصیل کرده های آن بلند است. زندانهایش انباشته از آزادی خواهان است. حکومتی که فردایی ندارد و زیر پایش دره سقوط است و نابودی. درست است که اکنون دیگر جلسه های کشورهای غیر متحد ربطی به جنبشی که منجر به شکل‌گیری‌آن شد ندارد و این جنبش ارزش وجودی خود را که بیرون آمدن از زیر بار نفوذ ابرقدرت‌های شرق و غرب بود با فروپاشی شوروی و به خصوص تلاش‌هایی که درست یا نادرست برای سرعت بخشیدن به روند جهانی شدن به کار گرفته شده تا اندازه زیادی از دست داده است. و درست است که اکنون بیشترین کشورهای شرکت کننده در آن تنها کشورهای در حال توسعه هستند، اما همین که رهبران یا نمایندگان بیش از 100 کشور جهان در یک جا جمع شوند مسئله مهمی است.
حداقل نگاه مردم کشورهای جهان پیشرفته نیز متوجه خبرهای رسانه‌های جهانی بازتاب دهنده آن است. پس چرا ما نباید از این امکان استفاده کنیم؟ به خصوص در جایی حکومت اسلامی می‌خواهد که درست از همین بازتاب‌ها به نفع خود استفاده کند. در چنین شرایطی طبعاً نمی‌شود از توده‌های مردم انتظار داشت که این میهمانان را مورد خطاب قرار دهند. مردمان ترسانده شده و گاهی ناآگاه و نیازمندی که بسیارشان می‌توانند با یک وعده غذا و چند اسکناس و مهمتر از همه تهدید به حمایت از هر بیدادگری به خیابان‌ها بریزند. اکنون نوبت اپوزیسیون و روشنفکران و مردمی است که شرایط موجود را درک می‌کنند و امکان اعتراض دارند. پس بنابراین خانم افسانه از آلمان، همه این داستان را می‌دانند که در ایران بسته است، درها بسته، یه حکومت زور، حکومت عجاب رو اوباش در حقیقت برکار است، اجامر و اوباش برکار است. من تعریف میکنم کمیته چیها، کسانی که مملکت ما را اشغال کردن. شما اشغال رو اشتباه گرفتی، همش کار میکنی اشغال باید یک گروه نظامی باشن، یونیفرم تنشون باشه، چشاشون یه رنگ باشه، حرفت یه جور دیگه حرف بزن. نه، مملکت اشغال است، وسیله یه موش آدم لات پاپتی عقب افتاده که با چاقوکش واجگیر. میدونیم ما مردم نمیتوانن، ولی ما، تو، اون دیگری که در فضای آزاد داره زندگی میکنه چی؟ ما چه میکنیم؟ میدونیم که تعریف میکنه، میگه میدونیم مردمان گرسنه‌ای که میتوانن با یک وعده غذا و چند اسکناس و مهمتر از همه تهدید این که بیرونت میکنن، از کار بیرونت میکنن، بیا اینا لیست میگیریم، حاضر غایب میکنیم اگه نیایید. حراست همه رو باید ردیف کنه، اگه نیایید پدرتون در میاریم. اینا وادار میکنن که به حمایت از هر بیدادگری به خیابانها بریزن. اکنون نوبت اپوزیسیون و روشنفکران و مردمانی است که شرایط موجود را درک میکنند و امکان اعتراض دارند، به خصوص شخصیت‌های سرشناسی که در خارج کشور به سر میبرند و رسانه‌هایی که میتوانند نامه‌های آنها را به زبان‌های مختلف پخش کنند. این در واقع وظیفه هر آن کسی است که به حقوق بشر احترام میگذارد. اکنون کار به هنگام آن است که همصدا با استادی که در راستای این اعتراض از جان خیش مایه گذاشته، خطاب به رهبران و نمایندگان 118 کشور جهان بگوییم که شما اکنون پای به سرزمینی نهاده اید که در فرهنگ خردمدارش بالاترین ارزش ها مهر ورزیدن، صلح و مدارا و توجه به حقوق انسان و آب و خاک و گیاه است. اما اکنون حکومتی بران فرمان میراند و میزبان شماست که فرهنگش بر مدار گسترش فقر و فساد و دروغ و بیعدالتی، جنگ و ویرانی و تبعیضهای فرهنگی و مذهبی و جنسیتی و زندانی کردن و کشتار دگراندیشان ساخته شده است. در این حال اکنون کاری به هنگام است که با مخاطب قرار دادن رهبران کشورهای غیر متعهد، دیگر باره مردمان جهان را متوجه وضعیت دردناک و غیر انسانی زندانیان سیاسی و عقیدتی من کنیم. دیگر باره به مردمان جهان بگوییم که مشکل حکومت ما تنها داشتن و بازی با سلاح هسته‌ای نیست. مشکل اساسی این نهاد نقض حقوق بشر و زیر پا گذاشتن همه قراردادها و قوانین انسان دوستانه است که مصلحان جهان قرنها برای ساختن و به اجرا درآوردنش از هستی خیش مایه گذاشتن. اینجا آقای مشیری تو برنامه به شخصیت‌های اشاره کرد، مثل کپلر، گالیله. گالیله رو چه کردن باهاش؟
چند سال پیش بود، تازه کلیسا اعلام کرد کاتولیکا که آقا نه خب حالا چه کاری شد ببخش. اینا برای به اجرا در آوردنش از هستی خیش مایه گذاشتن، جانشونو دادن، تحقیر شدن، فضیحت شنیدن، گرسنگی کشیدن که اینا رو بیارن. کاری به هنگام است که همچنان از مردم جهان بخواهیم که نگذارند رهبرانشان به خاطر منافع کوتاه مدت با حکومتی وارد مذاکره شوند و بر سر مردمان بیگناهی معامله کنند یا بر سرشان بمب بریزند که هیچ نقشی در حفظ این حکومت ندارد. نگاهی به تاریخ جهان، به خصوص تاریخ پس از رنسانس، نشان می‌دهد که همیشه پیروزی از آن مردمان کشورهای دیکتاتور زده‌ای بوده که روشنفکران و اعضای شناخته شده اپوزیسیونشان در بزنگاه‌هایی که لازم بوده واکنش‌هایی به موقع و آگاهانه نشان دادند. متأسفانه در تاریخ معاصر ما این واکنش‌ها خیلی کم بوده و اپوزیسیون ما کمتر توانسته که درست سر بزنگاه‌های تاریخی و به شکلی به هنگام وارد مبارزه‌ای شود که در نهایت به نفع مردمان تمام شود. به باور من به دلایلی روشن، مثلا توجه دنیا به برخواستن مردمان کشورهای دیکتاتورزده منطقه و همزمانیان با توجه خاص مردمان جهان به آرامش و صلح و رفاه، همکنون هنگام برداشتن قدم‌هایی به موقع برای رهایی مردمان رنج دیده ما فرا رسیده است. در این گونه اقدام‌های رهایی بخش به لزوم دولت‌های کشورهای آمریکا و اروپا و دیگر کشورهای قدرتمند که مردمان انسان دوست و باورمند به حقوق بشر این کشورها می توانند بهترین یاری دهنده ما باشند. 25 آگوست 2012، شکوه میرزادگی. چه می شود کرد؟ همراهشیم با آقای دکتر محمد ملکی. ببینیم دکتر محمد ملکی چی میگه، چی خواست، چرا خواست، چه گفت، چه میگوید، چه درخواستی داره. ببینیم دنبال این. من یک برنامه رو داشتیم، روز جمعه بود، با آقای داریوش مجلسی. چه از شما راجب این مطلب فرستادند و نان کامنت گذاشتن و که آها بله چی، اگر که ایشون میامد شاهزاده امضا میکرد بعد اینا میگفتن آقا این گرفته نگه. عزیز من دوتا اصل ما داریم. چی گفته؟ کی گفته؟ اون یکی بر دیگری ارجح نیست. چون آقای حسین گفت به همه بگیم آقا حسین آقا خیلی مرد محترم، آقا حسین آقا فرموندن دیگه، حضرت خان با دو لب مبارکشون به منده فرمودن قرمسا، حضرت خان فرمودن دیگه. نه بابا، این دوتا باید معلوم باشد کی گفته چی گفته. هیچ ربطی به این نهایی که شما میگید ندارد. اصلا موضوع این شکلی نیست که شما تعریف میکنید که حالا شما میگی من چی کار کنم؟ یه کاری نکردی که حالا من پرسی من حالا عدن چی کار کنم؟ یه کاری کرده باشی بعد بگی آقا من این کاری کردم حالا میگی چی کار کنم؟ شما هیچ کاری نکردی. خب خانم ویکتوریای آزاد که باش حتما آشنا هستیم، ما چندین مصاحبه باش داشتیم، اینا مطلبی رو نوشته در مورد آقای داریوش مجلسی. نشسته درود آقای مجلسی گرامی، از شما گله‌مندم. یک نکته را میخواستم از شما در مورد مصاحبه با میهن تیوی سوال کنم و این است که در پاسخ به سوال آقای بهبانی در خصوص چگونگی آشنایی شما با شاهزاده از عدم روراستی شما بسیار متعجب شدم. شما ابراز داشتید که در آن زمان جلساتی با حضور اعضای فداییان و ملیون و برخی شخصیت‌ها و آقای پهلوی تشکیل می‌شد و شما را نیز به عنوان فردی از خانواده جبهه ملی به آن جلسات دعوت کرده بودند و ابراز داشتید که نام اون گروه را به خاطر نمی‌آورید،
اما با آقای پهلوی و نظرات وی در آن جلسات آشنا شدیم. با کمال تأسف باید بگویم شما هم خوب نام آن گروه را به یاد می آورید و هم خوب می دانید که آن بنده بودم که در آن جلسات شما را وادار کردم و نام آن گروه را مجمع من شما را وارد کردم و نام آن گروه را مجمع پیوند دموکراسی خواهان گذاشته بودم و شما هنوز هم عضو زنجیره ایمیلی مجمع هستید و هنوز هم به آن زنجیره ایمیلی ایمیل ارسال میکنید. حال چگونه بود که شما نه نام من را به عنوان مؤسس مجمع به خاطر داشتید و نه نام مجمع پیوند دموکراسی خواهان را، یعنی به کل فراموش کرده بودید که عامل دوستی و نزدیکی شما به شاهزاده بنده بودم. سالی که نکوست از بهارش پیداست. آقای مجلسی می نویسد که مصاحبه تلویزیون میهن با داریوش مجلسی درباره شورای ملی و شاهزاده رضای پهلوی در بالای ویدیو نوشته شده. داریوش مجلسی برای دفاع از شورای ملی 10 روز وقت می خواهد. من همیشه و همه جا از شورای ملی دفاع کرده، دفاع می کنم و دفاع خواهم کرد. نمی دانم چرا چنین جمله غلطی در بالای یوتیوب نوشته شده. من در پاسخ نوشتم که ویکتوریای نازنی، ممنون از ایمیل روشنگرانه. شاید نظرگذاری ها را در ذیل ویدیوی مربوطه دیده باشی. اولا یک نکته ضروری است، آن اینکه باید نظر خود را راست گفت. شهامت پایه آزادی است. اما باید اذعان کنم که در یک دوره حخا بود به من میگفتن حالا یکی میخواد مملکت رو نجات بده تو نمیذاری. یه وقتی خاتمی بود همینو میگفتن و خلاصه یه مرتبه عم بود، یه مرتبه زید بود، یه مرتبه موسوی بود، یه مرتبه عقاب بود، تیمسار بزرگ، و خلاصه همیشه یکی است که میخواد نجات دهد اما من یه نفری نمیگذارم. بنازم به این قدرت ذکی. ولی من یادم هست که در ماجرای زلزله بم یه برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی داشت به نام کنکاش و حسن عباسی رو در حقیقت از طریق برنامه کنکاش به جامعه معرفی کرد. در یکی از همین برنامه ها یه آدم معلوم الحالی از این بیننده های برنامه ساز که مرتب به این تلویزیون اون تلویزیون زنگ میزنن، زنگ زد رو اون برنامه و گفت آقا ما میخوایم کمک کنیم، همه میخوایم کمک کنیم، اما این سعید بهبهانی نمیزن. حسن عباسی هم بادی به غبغب انداخت و گفت بله ما همه رو نگاه میکنیم، ما به موقع ترتیب اینا رو میدیم. بنازم به این قدرت که یه نفری نمیذاره یه مملکتی نامخواد نجات بدن، این یه نفری اخا میخواد نجات بده، عقاب میخواد نجات بده، این یه نفری نمیگذاره. ولی تا اینکه نظر دکتر نوریالا مبنی بر ایجاد یک سازمان مشترک مطرح شد و چون خود من هم این موضوع را قبلا، البته نبدان نظمی که ایشان مطرح کرده بود، بیان داشته بودم، آن را بسیار مفید فایده دانسته، اما با سنگ اندازی های فراوان روبرو شد. امروز هم این شورا را یک سنگ اندازی می دانم از جانب آدم هایی مثل حشمت رئیسی و سایرین، مضافه این که این آقا از اول که سر صحبت رو با شروع کردم دروغ یا به قول معروف خالی بست از تشکیل جبهه ملی در خارج از کشور تا موضوع ارتباطش با شاهزاده رضای پهلوی. حتی یک نفر در خلال صحبت آقای مجلسی زنگ زد و از تو و دکتر آبار نام برد که اینها این ارتباط را برقرار کردند. بگذاریم. اما شاید بدانی یا نه، در برنامه‌ام حتی در برنامه سه‌شنبه گذشته آقای میبودی گفتم که باید سراغ احزاب محلی رفت و حتی با آقای دکتر زیای صدرالاشراف در برنامه خودشان پیشنهاد دادم. حدود 3 هفته قبل. شاید و ایشان هم ضمن استقبال دنبال هم کردند و قرار است در روزهای آتی ما را در جریان قرار دهند. در حال از اینکه ایمیل را فرستادی بسیار از تو تشکر میکنم. تنها راه رهایی صداقت است و راستی. شاد و سلامت باشی، مراقب خودت و خانوادت باش. سعید بهبهانی. دوست نازنین، خیلی ساده است. ما چند تا ماجرا داریم توی صحنه‌مون.
ما یه جریانی داریم به نام سازمان مجاهدین، یک جریان سازمانی نیرو داره مثل خانه، فرمان که میده همه امر میبرن. مثل داستان اونیست که پیروز برات خوندم که شیخ دانشمنده به شیخ گفت آقا آخه این مریدای بی سواد احمق رو ول کن، بیا به سمت ما با هم بشینیم حرف بزنیم کاری بکشاییم. گفت خیلی خوب من حاضرم بیام، تو شمشیر رو بگی سر یکی این مریدا رو بزن. دانشمنده گفت آقا ما اصلا کارمون این نیست که. گفت بسیار خوب آقای مرید سر اینو بزن. دارو کشید و گفت آقا نگردم. دو من اینو بکنم بیام با تو. اما در پی همین صحبت ها و همین گفتگوها یک مطلبی رو در دو روز پیش از این، یه بیانیه مشترکی رو حزب دموکرات کردستان و حزب کموله منتشر کردن. حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کموله کردستان ایران توافقنامه مشترکی در مورد مبارزه با جمهوری اسلامی ایران و آینده کردستان به امضا رساند. کردستان میدیا میگوید در یک بیانیه توافقنامه مشترک میان حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کموله کردستان ایران به امضا رسید. متن بیانیه مشترک بدین شرح است: در ادامه دیدارها و نشستهای مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کموله کردستان ایران به منظور بحث و بررسی پیرامون مسائل مهم منطقه و مسائل مرتبط با ایران و کردستان، همچنین در ادامه گفتگوها به منظور تدوین توافقنامه مشترک برای همکاری میان دو حزب که از مدتها قبل هیئت‌هایی از هر دو طرف برای آن مأمور کرده و بر روی آن کار کارشناسی می‌کردند، روز سه‌شنبه 31 مرداد 1391 خورشیدی برابر با 21 آگوست 2012 میلادی، هیئتی از رهبری دو حزب در مقر دفتر سیاسی حزب دموکرات به سرپرستی آقایان عبدالله مهتدی دبیر کل کموله و مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات ایران تشکیل جلسه داد. دو هیئت در یک نشست 5 ساعته ضمن بحث و بررسی پیرامون مسائل مهم منطقه ایران و کردستان به ادامه گفتگوهای صورت گرفته در رابطه با تدوین توافقنامه همکاری فیما بین ادامه داده و این فرایند را به نتیجه نهایی رسانده. سپس متن توافقنامه به امضای آقایان مصطفی هجری و عبدالله مهتدی رسید. طرفین همچنین ابراز امیدواری کردند که محتوای این توافقنامه زمینه همکاری گسترده‌تر میان نیروهای سیاسی ایران و کردستان فراهم کند. حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کموله کردستان ایران، 31 مرداد 1391 خورشیدی برابر با 21 آگوست 2012 میلادی، توافقنامه مشترک حتکا یا حزب دموکرات کردستان را کموله کردستان ایران بدین شرح است: این توافقنامه میان حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کموله کردستان ایران امضا گردیده و از این پس در هر جایی از این توافقنامه نامی از کموله و حزب دموکرات به میان می آید، منظور این دو سازمان است. مقدمه: جنبش رهایی بخش ملت کرد در کردستان ایران سالهای متمادی از مراحل متفاوت مبارزه پرفراز و نشیب خود را طی نموده است. مقاومت ملی و فداکاری و به شهادت رسیدن هزاران فرزند فداکار در راه اثبات هویت و حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس همه آنها حق تعیین سرنوشت قرار دارد، واقعیتی انکارناپذیر است. برای مبارزه ملت کرد در عصر حاضر و در این وضعیت، هم تغییرات گوناگون جهانی
و هم تحولات اخیر خاورمیانه، همچنین توازن ابرقدرت‌ها و معادلات نوین این عرصه بیش از همیشه زمینه را جهت طرح خواسته‌های ملی مردم کرد و تأکید بیشتر بر حقوق خیش در سطح جهانی را مهیا ساخته است. موج تغییر و دموکراسی خواهی فراگیر در منطقه خاورمیانه پرتوانتر از هر زمان دیگری پایه‌های دیکتاتوری‌ها را به سوی فروپاشی سوق داده است. دیر یا زود دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران نیز با تداوم مبارزه توده‌های مردم و اراده راسخ مبارزان راه آزادی، غیر از گسترش بحران همه جانبه اقتصادی و سیاسی و رفتن به سوی سرنگونی کامل، افق دیگری پیش رو ندارد. اپوزیسیون ایرانی، گروه‌ها و جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور در 2-3 سال گذشته پس از ظهور و افول جنبش سبز در ایران، دور تازه‌ای از گفتگو و نشست مشترک و فعالیت را آغاز نمودند. در این میان علارغم تفاوت نظر و دیدگاه‌ها، در مواردی درک متقابل و نزدیکی بیشتری نسبت به گذشته میان آنان ایجاد شده و اندیشه اتحاد و نوعی تلاش برای تشکیل جبهه دموکراسی خواهی با شعار تغییر رژیم در مقایسه با گذشته مقبولیت بیشتری یافته است. حزب دموکرات کردستان ایران حدگاه و حزب کموله کردستان ایران به عنوان دو جریان سیاسی مشروع که در این مدت در رابطه با برخی مسائل مهم همکاری و اقدامات مشترکی انجام دادند، در ادامه روند روبه رشد همکاری ها و نزدیکی بیشتر بر این باورند که در چنین شرایطی توافق بر سر مجموعی از نقاط اساسی مشترک در چارچوب این طرح ضرورتی انکارناپذیر است. این پلتفرم مشترک به عنوان اصلی ترین دستور کار سیاسی در برابر تغییر و تحولات سیاسی معاصر، در واقع بیانگر نوعی همپیمانی میان این دو جریان سیاسی است. این توافقنامه مشترک که از سوی رهبری هر دو حزب مورد تایید قرار گرفته، مبنای کار مشترک هر دو حزب در زمینه‌های سیاسی، دیپلماتیک، تبلیغاتی، رسانه‌ای و را تدوین می‌کند. در همان حال مبنای فعالیت مشترک به منظور گسترش این توافقنامه و تحقق همکاری‌های بیشتر در میان دیگر نیروهای سیاسی کردستان ایران است. الف اصول کلی. 1. دو طرف بر این باوره که بدون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، تحقق دموکراسی و حقوق ملی ملیت‌های ایران به ویژه ملت کرد تحقق نخواهد یافت. همچنین دو طرف بر این باورند که نظام سیاسی آینده ایران لازم است سیستمی سکولار، دموکراتیک و فدرال باشد. از همین رو ضروری است که هر دو طرف در نشست‌های خود با اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور بر این نکات اصرار ورزند. 2. کموله و حزب دموکرات اعتقادی کامل به انتخابات آزاد توسط مردم کردستان دارند و در چنین انتخاباتی بدون شک صندوق‌های رأی را اصلی ترین منبع مشروعیت تمام جریان‌های سیاسی و اصل اساسی دموکراتیزه نمودن جامعه آزاد می‌دانند. 3. هر دو طرف اعتقاد کامل به جدایی نهاد دین از دولت دارند و بر این باورند که حاکمیت آینده کردستان و قانون اساسی کشور بر پایه اصول دموکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و حقوق سیاسی و ملی کردستان تدوین گردد. همچنین آزادی مذهبی و اعتقادات مختلف در کردستان را حق مشروع و انکار ناپذیر تمام ساکنان کردستان می داند. 4. هر دو طرف بر برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمام زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره را در جامعه تأکید می‌ورزند و خود را مدافع قانون مدرن و مترقی و انسانی در این زمینه می‌دانند و برای تصویب آن تلاش خواهند کرد. 5. حزب کموله و دموکرات خود را مدافع آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی مطبوعات، آزادی تأسیس سازمان‌های سیاسی، آزادی
بنیان نهادن سازمان‌های مدنی و صنفی همچون کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان و معلمان و غیره می‌دانند و در جامعه از آنان حمایت قانونی خواهند کرد. ششم، طرفین پشتیبانی و پایبندی خود را به عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست کردستان و گنجاندن این موضوعات در قانون اساسی اعلام می نماید. هفت، دو طرف پایبندی خود را به حل مشکلات و مسائل سیاسی فیبابین از طریق دیالوگ و به شیوه سیاسی آرام و بدون از هر گونه خشونت طلبی اعلام می نماید. همچنین این روش را برای کلیه نیروهای سیاسی کردستان ضروری دانسته و جهت تثبیت این اصل در سراسر کردستان تلاش میکنه. 8. حزب دموکرات و کموله فدرالیسم ملی جغرافیایی را به عنوان شعار اصلی و برنامه سیاسی خود برای حل مسئله ستم ملی در کردستان برگزیده، خود را پرچمدار این شعار دانسته و برای تثبیت و تحقق آن به اشتراک مساعی می‌پردازد. این توافقنامه خدشه‌ای به اصل استقلال سیاسی، سازمانی، دیپلماتیک و رسانه‌ای هیچ یک از طرفین وارد نکرده، بلکه تلاش خواهد نمود که هماهنگی و وحدت نظر میان آنان را در راستای اهداف مشترک یاد شده در این پلتفرم تأمین نماید. ب. وظایف پیش از تغییرات سیاسی و سرنگونی رژیم. 1. شناساندن مشکلات و مطالبات ملت کرد در کردستان ایران به جامعه بین‌المللی و کسب حمایت سیاسی برای جنبش رهایی بخش ملت کرد، به عنوان مثال سازماندهی اقدامات دیپلماتیک مشترک در سطح جهانی و دیدار از مراکز بین‌المللی در راستای این هدف. 2. وحدت در مشارکت یا عدم مشارکت با نیروهای اپوزیسیون ایرانی با هماهنگی و مشورت قبلی و تأکید بر حقوق و خواستای مردم کردستان به منظور تقویت جایگاه ملت کرد از طریق اتخاذ مواضع مشترک در کنفرانس ها، سمینارهای گوناگون و هماهنگی در این زمینه. تأکید دو طرف بر شعار فدرالیسم به عنوان راه حل مسئله ملیت‌های ایرانی در میان گفتمان‌های مختلف اپوزیسیون ایران و شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی، تقویت مواضع مشترک و گفتمان ترقی‌خواهانه ملی در کنگره ملیت‌های ایران فدرال و صیانت از این سازمان و معرفی آن به افکار عمومی جهانیان، تلاش برای تدوین سیاستی مشترک در سطح اپوزیسیون ایرانی که تجلی اصول اساسی جنبش ملی دموکراتیک مردم کردستان و غیره باشد. 3. دو طرف از مبارزه برحق مردم کرد در تمامی بخش‌های کردستان پشتیبانی نموده و در این حال بر این باورند که هر گونه مداخله از جانب یکی بخش‌های کردستان در امور سایر بخش ها سیاستی نسنجیده و زیانبار است. در همین راستا به منظور تحکیم روابط و کسب جایگاهی مناسبتر برای ملت کرد در کردستان ایران و تعقیب سیاستی مشترک در صورت لزوم، نشست های مشترکی با حکومت اقلیم و نیروهای سیاسی اقلیم کردستان برگزار خواهند کرد. 4. کموله و حزب دموکرات اتحاد و انسجام ملی در کردستان ایران و استحکام مبارزات مشترک در میان احزاب سیاسی کردستان ایران را رسالت اصلی خود دانسته و برای رافتن راهکاری مناسب به منظور از بین بردن مواضع موجود بر سر راه اتحاد و همبستگی تلاش خواهند کرد. 5. دو طرف برانند که همکاری های فیمابین را توسعه و استحکام بخشند. در این راستا گام های عملی طبق برنامه منظم و مدون از قبیل همکاری میان ارگان های مربوطه دو طرف در زمینه رسانه‌ای، انتشار بیانیه مشترک در رابطه با حوادث سیاسی مهم و اقدامات مشترک
برای افشای سیاست‌های ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی با هر گونه حرکت مدنی و سیاسی در بر دارد. حزب دموکرات کردستان ایران، دبیرکل مصطفی هجری، حزب کموله کردستان ایران، دبیرکل عبدالله مهتدی. و اینم بیانیه حزب، یعنی در حقیقت پیش به سمت همون اتحادی رو که همه ازش حرف میزنن. حداقل اینا توانستن با خودشون بشینن و یه سوسول مشترکی رو بین خودشون پیدا بکنن و در راستای اون حرکت بکنن. اگر در این بیانیه دائما به بحث کردستان اشاره میشد، به خاطر اینکه به نظر من اینا احزاب کردی هستن، خب باید چیکار میکرد؟ راجع مثلا خراسان که نمیشه حرف بزنن، باید همش کلمه کردستان رو به باور من شاید به این دلیل زیاد استفاده کردن. از این که یک درنگی بکنیم و برگردیم دوباره این بحثا رو با هم دیگه پیش بگیریم. ممنونم. حتما این رو دنبال خواهیم کرد، با هم دیگه پی میگیریم. بذار بدی که بریم و این اصل نامه آقای محمد ملکی رو که در مقدمه به عرض رسوندم دنبال کنیم، ببینیم که آقای محمد ملکی چیه گفت که وقتی که افسانه نازنین از آلمان تماس گرفت ما نامه خانم میرزادگی رو براش خواندیم. آقای محمد ملکی خطاب به سران شرکت کننده در اجلاس غیر متعهد میگوید شما پا به سرزمین نهاده ای که در شرایط دردناکی به سر میبرد. دکتر محمد ملکی مبارز و آزادیخواه پرسابقه، فعال ملی مذهبی و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب که به اتهام‌های گوناگون حبس‌های مختلف را پشت سر گذاشته است. او طی نامه‌ای به سران شرکت کننده در اجلاس غیرمتعهدها در تهران ضمن خوشامدگویی به آنها و اشاره به فرهنگ دیرپا و غنی سرزمین ایران از جمله در رابطه با حقوق بشر، نکاتی از وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انقلاب را با آنها در میان گذاشته است. وی در قسمتی از این نامه گفته است: حال که در وطن من هستید، به نام یک ایرانی که از اعمال ضد انسانی حکومت زجرها برده و دردها کشیده و شاهد رنجهای مردمش بوده، از شما استدعا دارم که به زندانهای سیاسی ایران که حکومت آنها را زندانهای امنیتی نام نهاده سر بزنید و با وکلای دادگستری، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالین سیاسی و مدنی که در این زندانها در بدترین شرایط هستن ملاقات کنید تا بر شما معلوم گردد رفتار حکومتی که از شما دعوت به حضور در ایران نموده با دگراندیشان و منتقدانش چگونه است. این نامه به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده. او می نویسد: به نام خدا. عالی جنابان، سران محترم شرکت کننده در اجلاس کشورهای غیر متعدد در تهران، به شما که به عنوان میهمان پای به کشور مصیبت زده ایران نهاده اید، کشوری که این روزها در اندوه از دست دادن تعداد زیادی از هموطنانمان در زلزله شمال غرب کشور است، خوش آمد میگویم. از فرصت حضورتان بهره گرفته مطالبی را با شما در میان میگذارم. یقینا مستحضر هستید که کشور باستانی ایران فرهنگی غنی و با سابقه دارد و خدمات ارزندهی به غنای فرهنگ بشری نموده است. بسیاری از پژوهشگران ایران را پایه‌گذار حقوق بشر می دانند و خدمات کشور ما را به پیشرفت تمدن جهانی باور دارند. عالی جنابان، شما اکنون پای به سرزمینی نهاده اید که روزها به علت بیکفایتی زمامدارانش مردم در شرایط بسیار دردناکی به سر میبرند. از سوی گرفتار فقر و فساد هستند، از سوی دیگر سایه جنگ ویرانگر بر سر آنها افتاده است. در مدت بیش از 30 سال حکومتگران دست به اعمال ضد بشری زدند، از جمله کشتار ده ها هزار مرد و زن دگراندیش
که جز آزادی و عدالت چیز دیگری را طلب نمی کردن. از نمونه های بارز آن کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال 1367 که دوره محکومیت خود را در زندان‌ها می‌گذراندند و به دستور آقای خمینی بوده است. این گونه کشتارها در مجامع حقوق بین‌الملل به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود. نمونه دیگر کشتار مردم در تظاهرات مسالمت‌آمیز در اعتراض به تقلب در انتخابات سال 1388 می باشد. جهت اطلاع شما عالی جنابان اجازه دهید که نویسنده این یادداشت خود را معرفی نماید. بنده محمد ملکی، استاد بازنشسته دانشگاه و اولین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب هستم که مختصری از آنچه در این نظام به سرش آمده را برای شما بازگو می کنم تا بهتر آگاه شوید. حکومتی که به دعوت آن به ایران آمدید چگونه حکومتی است و با مردمی که نخواستند زیر بار ظلم و بیداد این حکومت فاشیستی مذهبی بروند چه رفتاری داشته و دارد. احسان نازنین، این پیرمرد درون ایران است، سرنیزم اینجاست. قرار نیستش که مردم، یعنی اون توده بیشک توی ماجره ها شرکت کنن. اونا باید زندگی بکنن، رفاه داشته باشن، آسایش داشته باشن، عروسی برن، مهمونی برن، بشن با هم حرف بزنن، غیبت کنن، مراسم ختم، همین کاری که میکنن. الیت، اون الیتی که تو برنامه آقای مشیری ازش اسم برد. حدود یک سال پس از بسته شدن دانشگاه ها به بهانه انقلاب فرهنگی در سال 1359 نامه انتقادی در اعتراض به آن تصمیم نوشتم که این نامه بهانه شد تا تیر ماه 1360 به خانه من هجوم آورده مرا دستگیر کنند. 5 سال در زندانهای مختلف و بدنام در ایران از جمله اوین و قزلحصار زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفتند که هنوز پس از 30 سال آثار این شکنجه بر روی بدنم باقی است. در اسفند 1379 مجدداً به اتفاق جمعی از فعالان ملی مذهبی از طرف سپاه پاسداران دستگیر و حدود 6 ماه در زندان مخوف عشرت آباد در سلولی به درازای 180 سانتیمتر و پهنای 80 سانتیمتر زندانی و بعد در یک دادگاه غیرقانونی محاکمه به 7 سال زندان محکوم شدم. در سال 1388 زنگ نزنید لطفا وقت دعوت میکنم زنگ بزنید نمیزنید، نمیدونم الان چرا زنگ میزنی. در سال 1188 و پس از تظاهرات تاریخی مردم تهران در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد که اکنون دعوت کننده شماست، در حالی که در بستر بیماری بودم مجدداً دستگیر شده و 191 روز که 90 روز آن در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین بود در شرایطی بسیار ناگوار زندانی شدم. عالی جناب، لازم به یادآوری است بنده در آستانه 80 سالگی و مبتلا به بیماری های گوناگون از جمله سرطان پروستات و نارسایی قلبی هستم و به علت وخامت وضع سلامتیم بالاجبار مرا به مرخصی فرستادند و در یک دادگاه فرمایشی و غیرقانونی محکوم به 1 سال زندان شدم. این که در این زندان ها بر من به عنوان یکی از شاهدان زندانهای جمهوری اسلامی چه گذشت و چگونه زیر انواع شکنجه ها قرار گرفتم داستانی جداگانه که اگر امکانی فراهم شود جزئیات آن را شرح خواهم داد. عالی جنابان، حال که در وطن من هستید، به نام یک ایرانی که از اعمال ضد انسانی حکومت زجرها برده و
دردها کشیده و شاهد رنجهای مردمش بوده از شما استدعا دارم که به زندانهای سیاسی ایران که حکومت آنها را زندانهای امنیتی نام نهاده سر بزنید و با وکلای دادگستری، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و مدنی که در این زندانها در بدترین شرایط هستند ملاقات کنید تا بر شما معلوم گردد رفتار حکومتی که از شما دعوت به حضور در ایران نموده با دگراندیشان و منتقدانش چگونه است. لیست زندانیان سیاسی ایران را میتوانید از جناب آقای دکتر احمد شهید نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران که هرگز اجازه حضور در ایران را نیافته و یا دیگر سازمان های حقوق بشر دریافت کنید. من تعدادی از این زندانیان را جهت اطلاع شما در اینجا نام میبرم: وکلای زندانی نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده، روزنامه نگاران زندانی احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی، عیسی سرخی، سیامک قادری، دانشجویان زندانی مجید توکلی، شبنم مددزاده، بهاره هدایت، عماد بهاور، فرزاد مددزاده، مجید دوری، ضیا نووی، علی اکبر محمدزاده، حامد روحی نژاد، امید کوکبی، مهدی خدایی، سما نورانی، آرش صادقی، سیاوش حاتم، بابک داشا. فعالان سیاسی: مسعود پدرام، علیرضا رجایی، سعید مدنی، عبدالله مومنی، حشمت الله تبرزدی، خسرو دلیرسانی، محمد فرید طاهری، امیر خرم، فریبرز رئیس‌دانا، حسن اسدی زیدآبادی، مصطفی تاج‌زاده، بهزاد نووی، ابوالفضل قدیانی، علی معزی، مهدی محمودیان، آرش صقر، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن امینزاده، ابوالفضل عابدینی، محسن میردامادی، محمد امین هادوی، محمد کاظمینی بروجردی، ارژنگ داوودی، محمد رضایی. فعالان سیاسی در حصر خانگی: مهدی کروبی، میرحسین موسوی، زهرای رهنورد. فعالان مدنی: محبوبه کرمی، محمد صدیق کبودوند، رضا شهابی، افشین حسانلو، محمد داوری، مهدی خدایی و ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر. با احترام و آرزوی موفقیت، تهران، محمد ملکی، سوم شهریور 1391. رونوشت: دبیرکل سازمان ملل متحد آقای بانکیمون، نمایندگی حقوق بشر سازمان ملل، دیدبان ویژه ایران جناب آقای دکتر احمد شهید، دبیرخانه اجلاس سران کشورهای غیر متحد. چه باید کرد؟ باید از این دفاع کرد. بزرگی برام نوشته که پس کجا هستن آن رجال ملی مذهبی که در خارج کشور در امنیت کامل جا خوش کردن؟ آیان بازرگان، بنیسد، رحمانی، علیجانی، سازگارا، اشکوری، سلامتیان، مهندس حسن شریعت مداری. چرا از استاد شجاع و بزرگوار میهن که بهترین نمونه یک ملی مذهبی استفا نمی کنن؟ آقایان، به خدا خجالت دارد که فقط در فکر غرور شخصی خود هستید. چرا با هم تماس نمیگیری؟ یه اعلامیه مشترک به پشتیبانی استاد ملکی صادر. من زنگ بزنم به اون؟ من زنگ بزنم. چرا؟ حالا زنگ بزنه ببینم، اگه زیر دوش نبودم اون وقت شاید. غالبا هم ما زیر دوشیم، داریم غسل میکنیم. نباید نماز بخونیم، همش باید تیمم میکنه، نمیشه کرد که باید غسل کنیم. اینه که دائما زیر دوشیم.
افسانه جان، مردم قرار نیست کاری بکنن. مردم در هیچ کجای دنیا کاری انجام ندادن. الیت جامعه است که باید حرکت کنه. روشن فکر جامعه است که باید حرکت کنه. مردم قرار نیست کاری بکنن. چه انتظاری داری؟ برای چی باید کار بکنه؟ چقدر گرفتاری داره و بده بره با بچهش میخواد شوهر کنه، اون یکی میخواد زن بگیره و کرایه خونهشو بده، اون یکی داره سر کار بره تاکسی برونه، همه اینا. این که در خارج نشسته است امکان دارد، توان تماس دارد، میشناسنش خانم عبادی رو، میشناسن آقای لایجی رو، میشناسن آقای بنی صدر رو، آقای اشکوری رو میشناسن، مهدی خلجی رو میشناسن، همه اینا رو میشناسن. وقتی گرانت رو میگیرن چطور میشناسنشون؟ بهشون گرانت میدن، پول میدن، جایزه 600 هزار دلاری میدن؟ میشناسن اینا رو باید سمن. مردم چه؟ مردم بیان بگن چی؟ محمد ملکی مینویسد، هیچی دنبالش نمیره. اقتصادات بنویسه و همه میفتن دنباله. حالا یکی میخواد یه کاری بکنه، سعید ببانی تو نمیذاری. یا خانوم ویکتوریا آزاد مطلبی رو نوشته، نوشته درود آقای بهبانی عزیز، ممنون از پاسخ و لطف شما. این اولین بار نیست که دوستان با من اینچنین برخورد میکنن. حقیقت این است که در تاریخ جولای 2005 من مجمع پیوند دموکراسی خوان را تأسیس کردم. در آن مجمع نمایندگان حزب دموکرات کردستان ایران و کنگره ملیت‌های ایران، اعضای جبهه ملی خارج و به طور غیر مستقیم در تماس با داخل بودیم. برخی اعضای سازمان فدایان خلق اکثریت، جبهه متحد بلوچستان، حزب دموکرات ایران از داخل ایران به سرپرستی آقای عباس خرسندی و با حضور خانم سپیده پور، آقای قاسم شیرزادیان، منصور فرجی، عباس خرسندی و نماینده آقای تبرزدی و برخی شخصیت‌ها چون کامبیز روستا، ماشالله آجدانی، شهریار آهی، نیلوفر بیزایی، حسین باقرزاده، شاهو حسینی، معاون آقای مصطفی جی، عبدالستار دوشکی، صدرالاشرافی، رویا طلوعی از داخل ایران، داریوش مجلسی و شاهزاده، تعداد بسیاری دیگر در جلسات مرتبی که تشکیل میدادیم حضور داشتند و خدای من شاهد است که این کار به ابتکار شخصی من بود و چقدر انرژی و زندگی خود را مصرف این هدف کردم. جالب است بدانید که هر کس به این جلسات آمد از این فرصت طلایی بهره جز که با شاهزاده در تماس قرار گیرد. بعدها همه آنها با شاهزاده دوست شدن و در ارتباط قرار گرفتن و یادشان رفت که او چه کسی بود که عمر خود را صرف این امر خیر کرد و با ایمان تلاش نمود، نه فرصت طلبانه به دنبال جاه و مقام و و و و و. در ایمیل زیر پاسخ آقای مجلسی را ملاحظه فرمایید. با مهر و آرزوی سلامتی برایتان. بعد میگه که ایمیل آقای مجلسی، آخه چه دلیل داره که دروغ بگویم؟ چه دلیل داره که اسم مجمع پیوند رو عمدن نگم؟ من که حرف اشتباهی نزدم، گفتم مرا به آن جلسه دعوت کردن، دیگر نمیدانستم که باید بگویم چه کسی من را دعوت نمود. این مصاحبه خیلی بدون مقدمه بود و به منم نگفتن درباره چه چیزی میخوان صحبت کنم، به طوری که در آن موقعیت حتی اسم آیت الله بروجردی را فراموش نمودم که بهبهانی به دادم رسید. باور کن عمدی در کار نبود. ارجاع میدم شما رو به یه مصاحبه‌ای که آقای شاهزاده رضای پهلوی، حتی آقا در مورد شاهزاده دیگه کلمه غلطه، با آقای شهرام همایون داره. وقتی که در پایان مصاحبه طولانی ازش پرسه که پیامی برای ملت ایران بگویید، بفهمید جان بهبهانی؟ جانم بفهم آقا. آقا منصورم از کالیفرنیا مزاحم میشم، صدا خوب میاد؟ بله آقا، صدای شما همیشه رساست و زیباست. بفهمید آقا من، چون یه خورده قطع و بحث داره به خاطر این دارم میگم. خیلی مشکر آقا از وقتی که به ما میدید و برنامه‌تون خیلی جالب بود با آقای استاد مشیری، ما گوش کردیم و لذت بردیم. ببینید آقای بهبهانی، من الان با عذر معذرت میخوام باز یک چیزی بگم اینجا که فکر کنم خیلی ها رو عصبانی کنه یا ناراحت کنه، خودش شما رو شاید، یعنی این رو از قبل میگم که اگر اینطوری بشه. ببینید من فکر میکنم یه اشکالی که ما داریم، ببینید در آقای بهبهانی، من الان تو این مملکت در این آمریکا که هممون داریم زندگی میکنیم،
اینطوری که من میبینم اینجا اگر کسی موفق بود، یعنی به هر استانداردی یه کاری کرد، فلان پولی در آورد، خوب زندگی داره، درسته؟ اگر نبود تو خیابون ها علافه، تو خیابون میخوابه، فلان کار رو میکنه. ببینید این مثال رو من میزنم، میخوام قربونت برم اینو بگم. من فکر میکنم ما، منم در صدرش، اونم این هست که ما همه چیز رو بهانه میدیم به یه چیز دیگه. یعنی این که اگر ما ایرانی، من ایرانی اگر اشکال دارم، امروز آزادی ندارم، مملکتم به این وضع افتاده، باید بندش بدم به استبداد، باید بندش بدم به فلان تاریخ، فلان کس، مشروطه، فلان و اینا، که چرا من به این روز افتادم. ببین من بحث من همیشه، میبخشید اینجوری میگم، من دارم اینو میگم، من میگم که ما زیاد لازم نیست کمپلکسش کنیم. اینه که مثلا ساده از نقطه نظر من اینه، اینجوریه. شما به یه نفر بگی که خب آقا مثلا چیکار میکنی؟ تحصیل میکنم. خب نمره ها چطوره؟ این برگره بگی که او آره همش 20 19 18، من نمبر وانم، علم بلم، تو کلاسم اولم یا دوبامم، این کارا رو میکنم. بعد وقتی برمیگردی میگی که ببین کارنامه تو میتونم ببینم، کارنامه رو نگاه میکنی میبینی همش 2 3 4 تجدیدی ردی، همش اونجوریه. من میبخشید میگم، دوباره عذر میخوام اینو بگم. ببین من میخوام بگم که ما مردم، آقا از خود من شروع کنی، به نظر من اشکال منم، اشکال من، درد من، که من امروز این گرفتاری رو دارم، این کارنامه صفر رو دارم، این اوضاع رو دارم، من احساس خوب ندارم که بندش کنم و بگم میدونی چیه، قدرت، ابرقدرت انگلیس، آمریکا، اینا نقشه کشیدن یا همچین بلایی سر ما آوردن. یا مثلا ما یه زمانی مشروطه‌ای داشتیم، یه داستانی داشتیم، خیلی فهمیده بودیم، داشتیم جلو می رفتیم، یه آقای اومد یه تیپ پا به ما زد، ما خوردیم زمین. آقا از بهانه جویی بیاین بیرون. حتی من میخوام اینو بگم، اگر همون اتفاق بوده، اگر همون داستان ها اتفاق افتاده، همون گونه که استاد مشیری میفرماید یا خیلی ها میگویند که نیروهای دیگه بوده، باز مقصر ماییم، باز مقصر منم. چرا منم؟ به خاطر این که اگر من اینقدر باهوش بودم، اینقدر حواستم جمع بود، اینقدر بوزارین می افتاد، 2 تا 4 تا می شدن، داشتم جلو می رفتم، خب حتما زیاد جلو داشتم، نمی رفتم که یارو اومد این بلا رو در من آورد دیگه. اگه خیلی زرنگ بودم که نمی زاشتم که بیاد این بلا رو سر من بیاره که اینجوری بکنه. اگه من همیشه شاگرد اول بودم و فلان و اینا، چطوری شد یه دفعه کارنامه هم 6 تا تجدیدی آورد توش؟ آخه ما باید آقا از پاس دادن به این و اون و تقصیر من نبود، نمیدونم فلان بود. من میخوام منظورم اینو بگم، من اعتراض، من آقا من منو مسئول میدونم. بعد درست، منم شما رو مسئول میدونم. منم درسته، منم من اون مملکتم که امروز به این روز افتاده، آخوند دزد نیست. هستا چرا هست مسئولیت اون بر اینه که اون دزده، اون دزد بار اومده، اون دزد به دنیا اومده، اون کارشو داره انجام میده. مسئولیت من اینه که من نتونستم جلوی اونو بگیرم. ممنون آقا. من نتونستم واسم جلوش بگم. میدونی چیه مردی که اینجوری نیست داستان؟ بسیار. ما نمیذاریم تو اینجوری بری جلو. خیلی معذرت میخوام، من دوباره تکرار مکررات شد. ممنون، مرسی، خداحافظ. یا آقا منصور، یه سال 2009 که همه چی شلوغ پلوغ بود و اینا، ما یه طرحی رو آوردیم، گفتیم آقا بیا یه عده بشیم، مثلا یه حداقل رو در نظر بگیریم، در ما کمک کنیم به این تلویزیون. آقا منصور جزء میانیاران فکر کنم شماره 75 بود.
بعد یه روزگاری چرخید و گفتش که اصلا چرا باید من به اینجا کمک کنم وقتی یه آدم ابلهی مثل تو نشسته اینجا. ببخشید اینجوری میگم ولی یه آدم ابلهی مثل تو اینجا نشسته داره زجر میبره و فلان میکنه امکانو به من میده، چرا من باید بیام پول بدم بیام کمک کنم به این؟ آسونه اینا اینجوری حرف زدن. نه، شما درست میگم، از ما، از خودمونه، بعد از خودمون شروع کنیم. ما تک تکی، من وقتی که با آقای چی صحبت میکردم امروز، روز بسیار نازنین، روز خوبی بود برای من، وقتی که با آقای دکتر ودیعی حرف میزدم فهمیدم که آقا اینجوری نیست، در توهم این اپوزیسیون ما، در توهم این، در توهم داره زندگی میکنه. شما باید بتوانید یه سازمانی رو درست بکنید، سه نفر باشید، چهار نفر باشید، ولی بنیادش دموکراتیک باشه. هر زمان توانست این کار رو بکنی اون وقت میتونی موفق بشی. حتی تو برنامه شون اشاره کردن به این که شنیدن که تر خونه ها رو به فاصله چقدر از اونجا تخلیه کردن، ضمن اینکه تهران رو پنج روز تعطیل کردن، تخلیه کردن اصلا خونه ها رو، در حالی که ما در گذشته از این کنفرانس ها زیاد داشتیم، اصلا نیاز نبود تخلیه کنیم. ببینیم که ایرج مصداقی دلایل اتخاذ اقدامات امنیتی اجلاس غیر متعهدها در تهران رو چجوری تعریف میکنه. میگه چی؟ چرا تعطیل کردن؟ چرا میترسن؟ او می نویسد که 16 اجلاس سران عدم تعهد از تاریخ 26 تا 31 آگست در تهران برگزار می شود، یعنی از امروز. بزرگترین دغدغه مقامات سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته تأمین امنیت شرکت کنندگان در این اجلاس بوده است. به همین منظور برای اولین بار در تاریخ جهت برگزاری یک اجلاس بین‌المللی پایتخت کشور به مدت 5 روز تعطیل می شود. بفهمی شما. سلام آقای بهوانی. سلام عزیزم. خسرو هستم عزیزم، قربان شما. خیلی ممنون آقای خسرو، مرمت عزیزم. جانم آقای بهوانی، افتخار امروز، افتخار ایران اینه که یه فرش قرمز جلو آقای مرسی پهن کرده بزرگتر. این چه برای چه کسی که در زمان شاه فرض کن حالا آدم خوب و جا بدی بود، اون همه ما سردارا، اون همه رئیس جمهور، اون همه پادشاه ها می آمدن و تو کشور ما. دیشب من برنامه شما بازپخش داشت، درسته؟ بله همیشه، بله بله. بعد من همینطوری من رفتم رو برنامه مردم آقای سردی و دیدم یک آقایی داره صحبت میکنه، اصلا اول شاخ تره بردم واقعا، یه آقایی به نام مهدی مهجور، نمیدونم خدمت شما چقدر میشناسید یه آقا را. حمید. بله؟ حمید مهجور، بله بفهمید. مهدی، اینطوری که حمید مهجور، آره بله. ایشون اومد یک سرود مال جمهوری اسلامی رو پخش کرد و بعد هم شروع کرد از گفت که این تصویرهایی نشون داد از خامنه‌ای که این تصویرها و این سرود من آرامش میده و امیدوارم کسی ناراحت نشه این آرامش را از من نگیره. آخه یک کشوری که مثل لس آنجلس، مثل آمریکا، یک آقای سوربی، اصلا باور نمیکردم سوربی چنین کاری رو بکنه که بده تلویزیونش اجاره برای 200-300 دلار، من نمیدونم چقدر، چون ازش سوال کردم که تو داری پول به آقای سوربی میدی که از جمهوری اسلامی گرفتی میدی به آقای سوربی، که گفت نه من از خودم دارم میدم. اینجوری بحثمون کشید، حقیقتش چند تا فوشش من دادم، حقیقتش به دیگر اینقدر ناراحت شده بودم که این نمیتونست بفهم شیون و داغ داغ مادرانی که هنوز صداشون
در این دنیا داره میپیشه، این آقا داشت تعریف از آقای خمینی و آقای خامنه‌ای برای من میکرد که نه ای گفت شما کجا زنگ میزنید، من گفتم من از ایران زنگ میزنم، گفت که شما نمیدونید که چقدر ایران خوبه، به خدا آقا اینجا همشون دزدن، اینجا دموکراتیک نیست، اینجا فلان، گفتم آقا تو که همه پول داری چرا بلند نمیشه بیای اونجا، سکوت کرد. حالا آقای بهوانی شما انتظار داری که ما چطوری با مردم چه کار باید بکنیم، چطوری میشه این همه شما زحمت میکشید، همایون هم واقعا زحمت من دیدم میکشه، همین رو تلویزیون، اگه این برنامه از یک تلویزیون ایرانی پخش میشد مال جمهوری اسلامی هیچ جایی ایراد نبود، ولی از تلویزیون مثل تلویزیون به آقای سوربی که امشب هم من یه برنامه از مال جریان مرکزی تلویزیون مرکزی من دیدم پخش میکنه، آبروی این آقا رو برده بود که درباره این ستار دلدار رو نمیدونم آقای تولیف همینطوری سرابزاده به نام یه نام دیگه هم داره حسین توکلی یا چیز، اینها برنامه من تعجب میکنم اینا چطوری شما انتظار دارید از دیگران، قرونه دارم باید ببخشید من مزاحمت شدم، خواهش میکنم، حالا من نمیدونم شما این برنامه شونه دیدید یا نه، نه من نگاه نمیکنم، نه نگاه نمیکنم واقعا، نه من هیچ وقت نگاه نمیکنم، خیلی کم اتفاقی وقت برنامه بازپخش میشه، نه من رفت دادم روی این برنامه و من تعجب میکنم سوربی خیلی خودش بالا رفته، سوربی کارنامهش مشخصه که چه دبیر بوده داخل شیراز اومده رفته آلمان تو رانده تاکسی شده اومده اینجا و یک تلویزیونی باز کرده و این فقط جز من واقعا خجالت شرم دارم، یک مهر بی آبرویی و بی وطنی بر چهره خودش باقی گذاشت رو این جریان که من فردا شب که دوشنبه است برنامه صدره اینم به خودش خواهم گفت، نه این که فقط به شما میگم، ممنونم از این که میکره برون، متشکرم، خواهش اینجا ایشون تو لیست تلویزیوناش گذاشته که وقتی لیست لینک های تلویزیون ها رو گذاشته که همه تلویزیون نگاه کنیم، مال ما رو نوشته میان تیوی پورنو تیوی و فیلم پورنو نشون میده، فیلم بعد که چه میدونم بعد خوبش رو تعیین نمیکنه، پورنو دیگه، خب شما اونجا میرید برای من اسباب تعجب. و ها برگردیم به موضوع که چگونه است، چرا میگوید که وقتی سوال است که چرا تهران رو 5 روز تعطیل کردن، آقای ودیعی میگوید که تا فاصله 500 متر خونه ها رو تخلیه کردن، در حالی که در دوران گذشته ما داشتیم از این کنفرانس ها چگونه است، ایرج مصداقی می نویسد که 16 اجلاس سران عدم تعهد، بفهم سلام آقای بهبهانی، لیلا هستم از ویرجینیا. لیلا عزیزم در خدمت شما هستم، بفرمایید لیلا جان. خواهش میکنم، میخواستم اول بگم شما که داری مقاله میخونی، البته خودم هم الان یکی شدم، تلفن جواب ندی با چش ما بتونیم اون مقاله رو تا آخر با شما بیاییم، چش ببخشید، خیلی 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 هم از شما سپاسگزارم به خاطر این اکتی که الان کردی، قربان شما، مرحبا، خدا نگهدار، خدا بله. می نویسد که 16 اجلاس سران عدم تعهد از تاریخ 26 تا 31 آگوست در تهران برگزار می شود. بزرگترین دغدغه مقامات سیاسی امنیتی اطلاعات جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته تأمین امنیت شرکت کنندگان در این اجلاس بود. به همین منظور برای اولین بار در تاریخ جهت برگزاری یک اجلاس بین المللی پایتخت یک کشور به مدت 5 روز تعطیل می شود. هرچند مقامات رژیم تبلیغ میکنند که جمهوری اسلامی امن‌ترین کشور جهان است، اما از نگاه هر ناظر خارجی برقراری امنیت به این شکل قبل از هر چیز نشانه ناامنی و عدم ثبات است. در افغانستان و عراق هم که شیرازه کشور از هم پاشیده، به این شکل امنیت یک اجلاس را تأمین نمیکنند. یعنی وقتی که رفتن اونجا جمع شدن، عراق را تعطیل کرده بودن، بغداد تعطیل کردن، نمیدونم.
تردیدی نیست که هیچ یک از اعضای اپوزیسیون ایران نه قدرت برهم زدن امنیت این اجلاس را دارند، نه مقامات جمهوری اسلامی ذهنیتی نسبت به توانایی آنها در این رابطه دارند و نه در فضای سیاسی بین المللی به نفع گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است که دست به چنین اقدامات نابخردانه ای بزنند و نه در 34 سال گذشته در اوج قدرت نظامی و تشکیلاتی آنها در داخل کشور چنین کارهایی سابقه داشته است. اشاره میکنه به سازمان مجاهدین. لازم به توضیح نیست که سرویس های امنیتی خارجی هم هیچگاه به دنبال به خطر انداختن امنیت دیپلمات ها و سران کشورهای خارجی نبوده و نیستن. اتفاقا هیچ چیز برای نظام خوشایندتر از این نیست که انگام برگزاری چنین اجلاسی حرکتی تروریستی علیه آن با منشأ غیر خودی صورت گیرد تا بتوان از آن بهره برداری کرد. در نگاه من مقامات رژیم حاضرن هر گونه تسهیلات و امکاناتی را قائل شوند تا دشمنان نظام حتی اگر شده دست به اقدامات ایزایی علیه اجلاس بزنند، چه برسد به تروریستی. چه معاهده‌ای بزرگتر از این که در فضای ضد تروریستی دنیا گروهی وابسته به اپوزیسیون ایران پیدا شود که در تهران علیه دیپلمات‌های خارجی و شرکت کنندگان در یک اجلاس بین‌المللی دست به عملیات بزند. آیا در آن شرایط فضای بین‌المللی تماماً به نفع رژیم بر نمی‌گردد؟ آیا کسی رژیم را به خاطر عدم برقراری امنیت لازم زیر سوال خواهد برد یا همه نگاه‌ها متوجه محکومیت اقدام تروریستی خواهد شد؟ چه کسی در این میان مظلوم نمایی خواهد کرد؟ منافع چه اقداماتی به جیب چه کسانی می‌رود؟ بنابراین حراس مقامات امنیتی نظام از چیست و از کجاست؟ پذیرفتنی نیست که آنها بر اساس وهم و خیال یا پیشبینی اقدامات گروه های مخالف چنین واکنشی نشان داد و به دنیا پیام ناامنی دهند. هیچ نظامی در دنیا به سادگی حاضر به اتخاذ چنین تصمیماتی نمی شود، حتی آنها بهتر از من و شما به حفره های امنیتی و مشکلات دست و پاگیرشان واقف هستند که در مقابل انظار بین المللی دست به چنین اقداماتی می زند. از نظر من حراس مقامات نظام واقعی است، وهم و خیال نیست. آنها به ریشه مشکلات امنیتی کشور واقف هستند. آنها به خوبی بمب‌گذاری های خودی قبل از انتخابات احمدی‌نژاد در سال 84 در تهران را که موجب کشته و زخمی شدن مردم بیگناه در میدان امام حسین و چند نقطه دیگر شد را به یاد دارند. آنها سرمنشأ مشکلات را می شناسند. آنها به خوبی با ماهیت کسانی که متخصصان هسته‌ای و غیر هسته‌ای را ترور کردن آشنا هستند. مقامات امنیتی تردیدی در خودی بودن این گونه تروریست‌ها و سیاست‌ها ندارند. کما اینکه وقتی خامنه‌ای در پروژه قطع‌های زنجیره‌ای به کارگزارانش دستور می‌داد موضوع را به موساد و غیر نسبت دهند و آنها با زور شکنجه افراد خودی را مجبور به اعتراف می‌کردند، وی در جریان دقیق امور بود و جنایتکاران را به خوبی می‌شناخت. وقتی خامنه‌ای در سفر به شیراز دستور داد دستگاه‌های امنیتی اعلام کنند انفجار حسینیه رهپویان وسار حرکتی تروریستی از سوی دشمنان نظام بوده، به خوبی از نقش باندهای رژیم در این جنایت فجیع مطلع بود. آنهایی که در لباس اپوزیسیون فریب ترفندهای رژیم را می‌خورند و همراه با بوخ‌های تبلیغاتی آن از صبح تا شب به دنبال موساد و سرویس‌های امنیتی و توطئه خارجی می‌گردند، دچار توهم و خیالند، نه مقامات امنیتی و تبلیغاتی نظام که رشته کار را به دست دارند و در خلوت به ساده اندیشی بخشی از اپوزیسیون ایران می‌خندند. اخباری که در هفته گذشته در ارتباط با ترور احمدی روشن از سوی روزنامه‌های دولتی ایران انتشار یافت، بیش از هر چیز گویای واقعیت منشأ داخلی ترورهاست. این روزنامه‌ها با توجه به دسترسی به منابع اطلاعاتی به روشنی خبر داده است که 20 تیم ترور در قتل متخصصان هسته ایران دست داشته و تمام دوربین‌های امنیتی و ترافیکی محل‌های ترور را مختل کرده و پس از ترور احمدی روشن برای دوستان وی دستگل فرستاده بود. در فضای بسته امنیتی کشور بسیج این همه نیرو، آن هم در ارگان‌های مختلف امنیتی، از چه کسی و چه نیرویی ساخته است؟ هرچه به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و
و جابجایی باندهای قدرت در رژیم نزدیک میشویم، دامنه این گونه اقدامات و جنایات بیشتر میشود. جنگ قدرت در بالای نظام واقعی است، آن را دست کم نباید گرفت. در واقع وجود باندهای قدرت درونی نظام است که میتواند امنیت اجلاس و شرکت کنندگان در آن را به خطر بیندازد، نه دشمنان داخلی و خارجی نظام. باندهای قدرتی که به متخصصان هسته‌ای خود رحم نمی‌کنند، قطعاً به تبعات منفی اقدامات تروریستی علیه دیپلمات‌های خارجی فکر نمی‌کنند. یکی از دلایل بسیار مهم برقراری اقدامات امنیتی ویژه در جریان برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران، مقابله با تلاش باندهای رقیب داخلی علیه یکدیگر است. مقامات سیاسی و امنیتی این احتمال را می‌دهند که این باندها در چنین روزهایی برای نیل به اهدافشان به هر کاری دست بزنند. آنها بهتر از من و شما با ماهیت خودشان آشنا هستند. مملکتی که در آن سپاه پاسداران به خودش حق می‌دهد لوله نفتی جداگانه و اسکله خصوصی داشته باشد و مقامات کشوری و لشکری در مافیای ارضی و نفتی و طلا و مسکن دست دارند، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. باید این نکته را در نظر داشت که نمیتوان در داخل کشور اجازه داد علیه دیپلمات‌های بین‌الملل اقدامات تروریستی یا خرابکنانه انجام گیرد و مانند موارد مشابه آن را به موساد اینتلیجنس سرویس و سیا و سرویس‌های امنیتی فرانسه و آلمان و مجاهدین و پژاک و جندالله و انجمن پادشاهی و کشورهای منطقه و و و نسبت داد و هر کسی را دستگیر کرد و در دادگاهی فرمایشی از سمت تیغ گذراند و صداها را خوابان. موضوع تبعات بین‌المللی پیدا می‌کند. قطعا تحقیقات بین‌الملل زیر نظر شورای امنیت در پی خواهد داشت. هیچ کس نمی‌تواند دامنه آن را پیش‌بینی کند. بنابراین رژیم بایستی تمام تلاشش را به کار ببندد تا از وقوع چنین امری که می‌تواند حیات نظام را به خطر اندازد به هر قیمتی جلوگیری کند. به دعواهای امروز جناح‌ها توجه کنید. به صراحت عنوان می‌کنند که دولت به عمد به احتکار، کمبود و گرانی و مشکلات ارضی دامن می‌زند تا سیاست خاصی را پیش ببرد. در کجای دنیا چنین امری متداول بوده است؟ سابقه امر نشان داده است که این دولت و باندهای درگیر در قدرت برای خونسا کردن ختمش نیروهای متقابلشان و با ایجاد بحران برای برون رفت از بحران موجود این اراده را دارند که حتی در برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران نیز اخلال به وجود آورند. اقدامات امنیتی نهادهای امنیتی برای کنترل این بحث از نظام و اقدامات غیرمترقبه آن است و نه کنترل مخالفان و پیشگیری اقدامات احتمالی آنها. مسئولان نظام کوچکترین شک امنیتی نسبت به من و شما و اپوزیسیون و سرویس‌های امنیتی خارجی در این زمینه ندارند. مسئله دیگری که دغدغه امنیتی رژیم را در مقیاس کمتری دامن می‌زند و آن را به اتخاذ اقدامات غیرقابل تصور وادار می‌کند، حراس از مردم و واکنش احتمالی آنان در روزهای یاد شده است. چیزی که از نظر من یا با آن که نمی‌شود اعمال مردم ایران را پیش بینی کرد، احتمال وقوعش نزدیک به صفر است. یعنی مردم بزنن تو قهون شروع کنن. اما رژیمی که به شدت از حضور و واکنش مردم میترسد لزوما عاقلانه عمل نمی کند و به زعم خود میکوشد همه سوراخ سنبه ها را ببندد. از همین روز که علاوه به برقراری حکومت نظامی تلاش میکند پایتخت را به شهر ارواح تبدیل کند و برای اجرایی کردن این سیاست از مردم میخواهد در روزهای یاد شده ام القرای اسلامی را ترک کرده به مسافرت دروند و برای این هم 30 لیتر بنزین جیره‌بندی نیز به سهمیه شهریور ما اضافه میکنند. بی‌دلیل نیست رژیم از هر تمهیدی استفاده میکند تا در روزهای یاد شده کسی در خیابان نباشد. حرکت شبکه اتوبوسرانی متوقف میشد، حتی مراکز پزشکی را با تعطیلی مواجه می کنند و دستفروش ها را تهدید می شوند که دور و مر مترو پیدایشان نشوند. حتی خالی کردن شهر می تواند به منظور ایجاد مانع در کار باندهای رقیب باشد، چرا که انجام هر عملی در شلوغی و ازدحام 10 میلیونی تهران ساده تر از اجرای آن در شهر کاملا تعطیل است.
ما با رژیم متعارفی روبرو نیستیم که انتظار اقدامات معقول و منطقی از آن داشته باشیم. بقای رژیم به هر قیمت برای آن اصل است. در این رابطه از چیزی فروگذار نخواهد کرد. و چندین پانویس دارد که می نویسد که اگر بشود می‌نویسد که در پانویساش البته توضیح میده پس از کودتای 88 و سرکوب خونین جنبش مردم توسط رژیم در 15 اجلاس جنبش غیر متحدها که از تاریخ 11 تا 16 جولای 2009 مطابق با 21 تا 26 تیر ماه 88 در شرم الشیخ مصر برگزار شد، جمهوری اسلامی به ریاست این جنبش که بسیاری از دیکتاتورهای جهان در آن عضویت دارند رسید. به همین خاطر 16 اجلاس رسمی در روزهای 30 و 31 آگوست مطابق 9 و 10 شهریور در تهران برگزار می شود. وقتی اوباما و کاخ سفید در ماه جولای 2012 به منظور حسنیت نشان دادن به رژیم تویت‌های پارسی و صادق نمازی‌خواه گرداننده بنیاد ایمان را که از فعالترین اعضای لابی رژیم در آمریکا هستند دعوت به مذاکره کرد، قبل از هر چیز رژیم پیام آن را گرفت و لبخند بر لبان مسئولان نظام نشست، اما در فضای بیرونی و برای مشوش کردن صحنه سیاسی تبلیغ میکنه که گویا اوباما دست به دامن ضد انقلاب ها شده است و به این ترتیب پیش برندگان سیاست خودش در آمریکا را مهرهای ضد نظام جا میزنه. در این گونه تبلیغات سعی می شود هوشنگ امیرعمدی یکی از شرکت کنندگان اصلی نشست‌ها و همایش‌های رژیم در داخل کشور را ضد انقلاب تابلودار مقیم آمریکا و دارای رابطه با سازمان سیا معرفی کند و بر نقش مخفیش در تبلیغات ضد ایرانی که بارها به اثبات رسیده است تاکید می‌کند. یا نایاک و شخص تریتا پارسی را که سالها با دفتر نمایندگی رژیم و سفیر آن تماس داشته و ترتیب مذاکرات دو جانبه بین مقامات رژیم و دولتمندان آمریکا در اروپا و آمریکا را داده و بارها به ایران سفر کرده، شخصی معرفی میکنه که در فتنه 88 تمام سعی خود را برای به قدرت رسیدن عاملین دستگاه جاسوسی غرب در ایران به کار برد. ظاهراً عاملین دستگاه جاسوسی غرب در ایران هم میرحسین موسوی هستند و مهدی کروبی به تحلیل فردانیوز که اتفاقاً به قالیباف نزدیک است در این مورد باید توجه کرد. باید توجه داشت از کشور و نظامی صحبت میکنیم که در روز روشن با جرثقال سنگین مجسمه های میادین و پارکا را بر میدارن و کسی مسئولیت آن را به عهده نمیگیرد و یا با آن که اعلام میکنند منشأ ارسال پارازیت خطرناک در تهران را میشناسد اما از روشنگری در مورد آن پرهیز کرده و مسئولیت آن را هم نمیپذیره، در حالی که مسئولان ارشد نظام و خانواده هایشان نیز در تهران زندگی میکنند و قطعا مورد حمله تشعشعات خطرناک مزبور قرار میگیرند. مسئولان نظامی که این گونه نسبت به سرنوشت و سلامتی اعضای خانواده و عزیزانشان بی‌اعتنا هستند، آیا در مورد سرنوشت کشور و مردم و آینده این مردمون احساس مسئولیت میکنن؟ و چهارم از این نگاه است که احمد خاتمی از وابستگان جناح خاتمی و امام جمعه موقت تهران میگوید همان فتنه‌گرانی که در سال 88 فرصت سوزی کردند و طلایی ترین فرصت ها را برای نظام اسلامی تباه ساختند در پی آن هستند که فرصت اجلاسیه سران غیر متحدها را بسوزانند. بنابراین نتیجه آن که ایرج مصداقی عقیده دارد که عقیدش بر این است که آقا جان هیچ کسی در ایران این کار رو نمی کنه الا خود باندهای رژیم. من این حرف رو می خرم، باور می کنم و حتی احساسم به این می گد که همونطور که او گفت ما در ماهای آتی شاید مواجه با یه سری ترورها باشیم در ایران. فکر کنید با خودتون که چه کسی جمهوری حزب جمهوری اسلامی رو منفجر کرد، چه کسی این کار کرد؟
یه کار دقیق مهندسی شده، یه ساختمونی که بتونی بود. درسته که اون وری ساختمون قدیمی بود و، ولی این وری که اینا خراب شد ساختمون بتونی بود، دانشکده معقول و منقول بود در حقیقت، بخشی از دانشکده الهیات. چه کسی منفجرش کرد؟ بنی سعد میگوید که من با سران مجاهدین صحبت کردم. این کار اونا به من گفتن، کار ما نیست. ضمن آنی که این کار یک کار مهندسی شده ارتشی بوده. کدام ارتشی این بمب رو در حزب جمهوری اسلامی نهاد؟ هنوز معلوم نیست. هیچ کس هم راجعش حرف نمیزنه. من پیشنهاد مشخص معینم این است که بایستی از خودمون شروع کنیم. افسانه نازنینم در آلمان که پرسیدیم مردم چه باید بکنن، مردم رو رها کنید به حال خودشون. از خودمون صحبت کنیم، از اینکه من و تو چه میتوانیم انجام بدیم در این شرایط. من و تو چه کار میتونیم بکنیم، چه میتوانیم انجام بدیم؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ فکر کنیم راجبه. بفهمید شما. از ادب خدمت جناب بهبهانی عزیز. درود بر شما آقای ساسان. بفهمید آقای ساسان. ارادت من قربان، یه این راجبی نکته‌ای که گفتید من می‌خواستم، خارج از بحثتون نیست که. نه بفهمید. نقدی که از بنی سعد کرد برای حزب جمهوری. جناب بهبهانی، من فکر می‌کنم آقای بنی سعد دروغ میگه. چرا فکر می‌کنی دروغ میگه؟ به حدی که ایشون میگه که من در اون روزها که مخفی بودم در خانه‌های مجاهدین، دو نفر آمدن پیش من، عباس داوری و محمود ارزدانلو. من از اونها سوال کردم، روز بعد یعنی روز 8 تیر از اونها سوال کردم که آقا آیا شما کردید؟ اونها گفتن نه. این به همین اکتفا میکنه. خب آقای پریسد 3 سال در پاریس در کنار آقای مسعود رجوی زندگی کرده، میتونید از ایشون هم بپرسه آیا شما کردید یا نکردید. دیگه یعنی حساب موضوعش نبوده. تو اون گیرودار روز بعد پرسیده. حالا اگه اونها هم کرده بودن که به اون نمیگفتن، آمده بودن که ایشون رو ببرن در پایگاه خودشون مخفیش کنن. ولی در 30 سال انفجار حزب جمهوری افراد مختلف روایاتشون رو گفتن و این در بی بی سی درج شده، به صورت آرشیو هست، بخواید من خدمتتون میفرستم. خوشحال میشم. جمله آقای ولایتی که وزیر خارجه شد بعدها، اون میگه ما در ساختمان بغل بود. من اگه پرچونگی میکنم یه خارج از رفته بود. نه بفهمه، خوشحال میشم. نه توضیح بدید. ببخشید. ولایتی نقلی که میکنه از این است که من در ساختمان بغل بودم، قرار بود ساعت 9 بریم در جلسه اصلی و دیر شده بود. یک دفعه صدای انفجار مهیبی آمد، دکتر شیبانی هم بود، ما آمدیم پایین فکر زلزله شده، بعد دیدیم نه تخریب شده. اون ساختمونی که بهشتی اینها بودن، شما درست میفرمایید، سقف بتونی داشته. اتفاقا همون سقف بتونی این همه تلفات گرفت، به جهتی که بمب که منفجر میشه پایه های این ساختمون ریخته میشه و سقف یک جا میاد پایین. ولایتی باز نقل میکنه، میگه ما به سرعت یه جرثقال آوردیم، این سقف رو برداریم که سقف رو یه جا بلند کنیم و انقدر سنگین بود که به این تا نصفه آمد، دوباره برگشت، دوباره افتاد و جرثقال بلند شد رو هوا. ناچار از ارتش خواستیم که یه دونه جرثقال قوی تر بیارن و برای بار دوم سقف رو برداشتیم. حتی اگر فیلم ها و عکس های اون موقع رو خاطرتون باشه، تعداد زیادی از این تلفات و کشته شده ها در موقع نجات دادن اونها بود از زیر اون آوار. مثلا هادی غفاری صحنه‌ای هستش که دریل گذاشته و داره اونجا سوراخ میکنه و بحثی مثلا محمد منتظری که اونجا بوده، وقتی که عکس جسدش رو ببینید در پیشونی اون یک حفره ایجاد شده، سوراخ شده، یعنی معلوم با دریل سوراخ کردن، احتمالا اون زنده بوده. به هر حال در اون بلبشو این تلفات زیاد شد و ببینید به هر حال این که دستای مخفی بودن و ارتش بوده از خارج بوده، اینا رو من باور اینا توده است، چون بالاخره رژیم یک گروه رو متهم کرد، مجاهدین خلق. مجاهدین خلق هم که بچه نیستن، یک کاری رو که نکردن اونها بهشون اتهام بزنن، اونم کاری در اون سطح.
یعنی که مثلا قوه قضاییه از بین بره و مجلس از اکثریت بیفته، بخشی از دولت وزرا کشته بشن و بعد اینا برای بزرگنمایی ببرنن به ریش خودشون رو هیچی نگند و بعد بابتش هم فرداش باید تلفات بدن، یعنی صد تا صد تا اعدامش میکنن. و اگر اینها نکرده بودن، خب قاعدتا اونها هم حدس رو میزدن که جریان دیگری کار رو انجام داده، میامد تکلیف میکرد و اون خودش تضاد ایجاد میکرد در توی بین نیروها. ولی اینا این کار رو نکردن، ضمنی هم همیشه پذیرفتن. به طور مثال در نواری که آخرین نواری که صدای موسی خیابانی در او هست، ضمنی و به تقریبا به صراحت میگه به تیله بمبی رو که خمینی در 30 خرداد روشن کرد، در 7 تیر صداش در آمد. و بعدم قضیه پشت هم بود، 6 تیر خامنه‌ای ترور شد، 7 تیر انفجار حزب بود، 8 تیر زندان ادین بود و همینطور. من آقای ببانی به این تئوری‌های توطئه باور ندارم و فکر می‌کنم که هیچ کس غیر از مجاهدین خلق این کارو نمی‌کرد. توجیهشون هم این بود سران رژیم رو بزنیم که بتونیم اونا رو برن تو لاک دفاعی و ما خودمون رو جمع کنیم. آقای بنی‌صدر دروغ می‌گوید، چون ایشون فقط به اون نقل قول اون شب بعد می‌گوید و دیگه در سال بعدی که یاره قاره اینها بوده است اشاره نمی کنه. متشکرم، توضیحی بود به حال شنیدیم. ممنونم آقای ساسان از شما، همیشه میای یه جاهایی میگی و خوبم هست. به حال همینه، یعنی این که من با این ماجرایی که الان هست، من با حرف ایرج مصداقی رو میخرم، یعنی این که درون اینا ماجراست، از خودشون وحشت دارن، بیش از همه از خودشون وحشت دارن و دستگاه خودشونه. یه مش آدمی اوباشی هستن که اجامر اوباش گفت، یه مش کمیتچی هستن که اینا با هم هم سر سازگاری ندارن. ولی سوال اصلی اینجاست که وقتی استاد محمد ملکی با این شروع کردیم، با همینم به پایان میرسیم. وقتی کسی شخصیتی مثل محمد ملکی یک چنین رنجنامه رو می نویسد، چرا اینایی که در خارج از کشور هستن تمام قد نمیستن؟ چرا این رو علم نمی کنن؟ چرا سکوت می کنن؟ چرا فریاد نمی کشن؟ من برمی گردم به حرف مشتبه واحدی که میگه این حیات و ممات خودش رو در حفظ نظام می دانند. بنابراین حفظ نظام اوجب واجبات است. او می نویسد که اگر در فردایی فرض بفرمایید بنده باشم شاهزاده رضای پهلوی باشد، شاهزاده رضای پهلوی به عنوان کسی که دستش در جنایت نبوده، مسلما از منی که همراهی کردم و یا سکوت کردم موفق تره، بیشتر رأی میاره. بنابراین اینا همه این گونه فکر میکنن که حفظ نظام باشد بهتره از نبودش. هزار تا دلایل شرعی و عرفی دروغ هم برات میگه، اگه این بره تجزیه میشه، ایران خراب میشه، اینطوری میشه اونطوری میشه، در حالی که هیچ طوری نمیشه. تمام عامل نظام فاسد جمهوری اسلامی. نکته بعدی هم که باز باید اشاره بکنم، دوستان عزیز من، بزرگواران، من یه نفره قادر به این نیستم که اگر خواست ایران نجات پیدا کنه من بیستم بگم نجات پیدا نکن. من چنین توانی رو هرگز نداشتم، ندارم، نمیتونم هم داشته باشم. من از توان اداره یه تلویزیون اینطوریه که با این شرایط پیش میره معذورم، نمیتوانم. شما این اسامی رو که نگاه میکنی روی صفحه، 70-80% این اسامی کسانی هستن که از سال 2009 با ما بودن، هنوز هم هست. همه این حوادث اومده و رفته، اینا سر جاشون هست. کم شده، یعنی مثلا آدمه اگه 100 دلار میداده الان 30 دلار میده، ولی همونه، هیچ چیز اضافه ای نی. من اون پیام دردناک رو برات گفتم دیگه، گفتم وقتی من به این آقای فهد پاشایی گفتم آقا این جلسه ای که شما 2 روز دارید برید بین مردم توضیح کنید، من حاضرم بیام این کارو بکنم. ما اینجا پول نمیگیریم بابت این کارا، این مکان فروشی نیست. این بر دوش این آدما میگرده. شما هم سعی کن جزو این آدما اسمتو ثبت کنی.
میتوانی یه نقشی دازده کنی، یه نقشی داشته باشی. یکی زیر این کامنت همین برنامه آقای مریضی شد، آره برای همینه که بهش کمک نمی کنیم. نمی کنی، شما به هیچ کس کمک نکردی. از خودمون باید شروع کنیم، راه دیگری نداریم. ممنون و متشکرم. تا فردا وازم اطلاع بدم به دوستانی که علاقه مندن برنامه های تلویزیون رو دنبال کنید، روی فیسبوک ما برید یه لایکی هم اونجا بزنید. آدرس فیسبوک ما هست www.facebook.com/mihantv عدد 1. روی صفحه اصلی سایت میهن تیوی هم هست، اگر به اونجا برید میتوانید از اون طریق یه لایکی بزنید، روی فیسبوک ما مشترک بشید، بذارید این کار بگرده. ممنون و متشکرم.